اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین فأخذتهم الصیحة مصبحین فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون فما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قصص قرآن کریم همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید به دو قسم تقسیم شده بود. اون بخشی که مربوط به خاورمیانه بود و قابل اثبات بود اونها رو روشن بیان فرمود. اون بخشی که مربوط به خاور دور یا باختر دور بود و قابل اثبات نبود اونها رو تعرض نکرد. و در دو بخش قرآن کریم و فرمود بین که انبیای الهی فراوان بودن، من هم من قصصناهم علیک، من هم من لم نقصصهم علیک. این مضمون در دو جا با دو تعبیر گوناگون آمده است. گرچه قرآن هم عمومی است و هم دائم و اگر داستان انبیا و امم خاور دور یا باختر دور رو نقل میکرد الان قابل فهم بود، ولی اون روز چون قابل فهم نبود منشأ یک فتنه و آشوب بود، منشأ تکذیب بود. چیزهایی را نقل کرد که قابل اثبات باشد و آشوب و فتنه رو به همراه نداشته باشد. اگر چیزی رو نقل میکرد که برای مردم عصرهای بعد مفید بود ولی در عصر نزول منشأ فتنه بود، خب این رو چرا نقل میکنه؟ چیزهای فراوانی رو نقل کرد که هم برای عصر نزول نافع بود و هم برای عصر آینده، و چیزهایی که برای عصر نزول فتنه بود اونها رو نقل نکرد. کمود به این که هیچ ملتی نیست مگر این که خدای سبحان برای او هادی و راهنما فرستاده. لقد بعثنا فی کل قریه رسولا که علی عبد الله واشتنه و طاغوت، هیچ امتی نیست الا خلافی ها نذیر و ماننده. جریان حضرت نوح سلام الله علیه چون تو خبر میانه بود و ذریه کسانی که طوفان عمومی را دیده بودند در کشتی و از کشتی به بعد منتقل شدند در بین مردم زندگی می‌کردند، یدن به ید و لسان بعد لسان به مردم‌های عصر بعدی رسیده است. این که همون به جهنم ذریت هم الباقین، خب یه عده قابل توجهی از مردم همون عصر سوار کشتی شدند و نجات پیدا کردند و و این تاریخ و واقعی هولناک را هم یدن به ید لسانن بعد لسان برای اقوام دیگه نقل کردن، برای همه مسلم شد و شواهد تاریخیش هم الان تا حدودی قابل اثبات هست. بنابراین این فرق جوهریست بین قصص انبیا و اممی که در خاور دور یا باختر دور بودن و قابل طرح در اون وقت نبود با انبیایی که در خاور میانه زندگی میکرد. خب بله، اون غیبی منشأ فتنه نیست. قرآن مطلبی ندارد که قابل فهم نباشد، آیات فراوانی دارد که عمیق و دشوار هست، ولی همون آیات را به صورت قصه و داستان بیان کرده که توده مردم در سطح درک خودشون میفهمند. اما در بسیاری از موارد بالاخره فرمود به این که هر کسی خبری به شما داد باید متهم باشید، تا علم پیدا نکردید عمل نکنید، لا تقف ما نسله که علم، اینا رو فرموده. اما آیاتی دارد که خواص باید بحث بکنن. همین آیه نبع، اینجا اکم فاسق بنبع، این اشکالات مرحوم شیخ انصاری و دیگران رضوان الله علیه اجمعین که فرمودن اشکال ما یمکن الضبط، اشکال ما لا یمکن الضبط،
اون مسائل عمیق رسائل این که برای مردم قابل فهم است. اما همین پیام آیه سوره نبأ را به صورت قصه، داستان، تمثیل نرم کرده، تنزل داده که همه مردم فهمیدن. تا چیزی بر شما ثابت نشد باور نکنید. او ما یمکن و زب و ما را یمکن و زب رسائل کجا؟ بیان کردن اون مطالب عمیق در قالب داستان و قصه کجا؟ چون کتاب عمومی است، همون مطالب را به صورت قصه و داستان در سطح فهم عموم مردم تفهیم کرده. و چون معلم کتاب و حکمت است، فحول علما را باید بپرورونه، اون آیات را هم به همراه داره. این معارف غیبی هم از همین قبیله. اما یه چیزی که منشأ فتنه است، میگن معاذ الله تو دروغ میگی، یه چیزایی رو میگی که دسترسی نیست، اصلا خبری نیست. اینا از هم زمان نزول با تکذیب همراه بود، اینا را نقل نمیکرد. و دو اصل را به صورت جامع بیان کرد. یکی این که هر جا فکر و اندیشه هست رهبری الهی هست. ممکن نیست جایی، سرزمینی یا در زمانی بشر زندگی بکنه که اهل فکر و اندیشه است و در اونجا هدایت الهی، وحی و نبوت و رسالت و امامت نباشه. بعد هم فرمود هیچ محلی نیست مگر اینکه ما هدایتمون رو به اونجا رسوندیم. حالا یا امام رفت یا پیامبر رفت یا نماینده امام رفت، نماینده پیامبر رفت. این شد و این جامعه بین همه خواسته هاست بدون فتنه. مطلب بعد این که این کریمه فجعلنا آلیها سافلها و امترنا، معناش نیست که امتار بعد از زیر رو کردن است، چون امتار با فاعت نشده، جعل با فاعت شده. فرمود فاخذت هم سیهد و مشقین فجعلنا آلیها سافلها و امترنا، نف امترنا. اون سنگ باران بعد از زیر رو کردن نیست، این سنگ باران ظاهرا همزمان با زیر رو کردنه. اگر دو تا فا بود، یکی روی جعل یکی روی امتار، نشان اون بود که امتار بعد از جعل است، یعنی بعد از زیر رو کردن ما سنگ بارون کردیم. اما یکی با فا دیگری با واو است، ظاهرش این است که این سنگ باران با زیر رو کردن همزمان بود، هم بلا از بالا آمد هم داخل زیر رو شد. مطلب دیگه این که چرا عذاب برای عصرهای گوناگون یا این عصر کنونی نمی آید؟ پاسخش همون بحثهای قبلی سوره مبارکه انعام می تواند به عهده بگیرد. آیه 65 سوره مبارکه انعام این بود که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فرمود ذات اقدس اله چند راه ممکن عذاب بکند. اینا مانعت الخلوب است که اجتماع را شاید، گاهی با عذاب از بالا، حالا یا سیل میاد یا صاعقه میاد یا از پایین زلزله میاد یا مانند، یا نه عذاب فرهنگی است، عذاب سیاسی است، شما را به جان هم میاندازیم، اختلاف داخلی ایجاد میکنیم. این اختلاف داخلی که خدای ناکرده با دست بی دستی خدای سبحان انجام پذیرد، اون دیگه درمان پذیر نیست. این عذاب الهی است که با دست خودشون خودشون رو ساقط میکنن. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. اگر خدای ناکرده یه ملتی بی راه بره، لازم نیست که سیل بیاد یا زلزله بیاد، بدترین سیل و زلزله همینه که به جان هم می افتن. خب اینا عذابهای الهی است و در طی این مدت هم ما عذابهای الهی را با چشمون مشاهده کردیم. منتها در قرآن کریم آمده بسیار از آیاتی است که اینا می بینن و یمرون علیها و هم عنها معرضون غافلون و مانندون. خب همین جریان
حمله نظامی طبس نبود که با یه مقدار شن مسئله حل شد. مگه جنگ احزاب عذاب الهی چی بود؟ همه شنها معمول نشدن، هم بساط اونها رو نشدن، هم خیمه های اونها دیک و دیکبر اونها رو همین طوفان از بین نبرده. خب همین عذاب الهی بود. اینا با پیشبینی هواشناسی، با رعایت همه مسائل ایمنی زیست محیطی حرکت کردن، آمدن این منطقه و طبس. این چی نبود که هواشناسی نکرده باشند؟ دیدن هوا سالمه، طوفان نیست، دریا طوفان نیست، صحرا طوفان نیست، همه کارا رو کردن. اما دفعتن دیدن این شنا برخواست و مأموریت الهی را انجام داد، به حیات همه خاتمه داد. ما تو نعمت الهی هستیم، منتها نمی‌بینیم. همین دفاع مقدس اینطور بود، همین فروپاشی نظام. شما تو نقشه جهان قبل از فروپاشی که میبینید، میبینید بخش وسیعی از آسیا و اروپا را همین نقشه شوروی پر کرده بود. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این خاک به قدری وسیع بود که بخشش تو آسیا بود، بخشش تو اروپا بود. هیچ کسی کاری با اونها نداشت، نه انقلابی شد، نه جنگی شد، نه کودتایی شد، اما خود به خود مثل آدم برفی آب شد. خب اینا آیات الهی است. آیات الهی که اونجا نباید نوشته باشه که فرمود کم من آیت السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. قدم به قدم این دفاع مقدس 8 ساله این کشور رو وجود باره که ولی اصل به عنایت الهی اداره کرد. بسیاری از شما توی صحنه ها بودید. اون روز نفت به 8 دلار رسید و بودجه مملکت هم به 3 قسمت تقسیم شد. یک قسمت مال جنگ بود، یک قسمت بودجه های اجرایی حقوق کارگرها کارمندان بود، یک قسمت هم بازسازی نوسازی و آبادی مملکت بود، یک سوم بودجه مال جنگ بود. جنگ هم وقتی شروع شده بود نفت 24 دلار رسید. اینا آمدن با دسیسه و حیله همین بریتانیای کبیر پلی این نفت رو به 8 دلار رسوندن، یعنی به 1/3 رسوندن. نفتی که بودجهش بودجه مملکت روی 24 دلار بسته شد، گفتن 8 دلارش مال جنگ، 8 دلارش مال همین هزینه های اجرایی، 8 دلار مال بازسازی آبادی مملکت. اینا 24 دلار رو به 8 دلار رنی به 1/3 رسوندن. اونایی که دست در کارن میدونن این 8 دلار خالص گیر ایران نمی آمد، برای اینکه تمام منطقه ناامن بود. ما باید یه مقداری کرایه اضافه میدادیم تا کشتی ها بیان پای بار نفت بار کنن ببرن. 8 دلار خالص هم نصیب ایران نمی شود. همه موندن. بودجه با 24 دلار بسته شد. همه تو مسجد یا الله یا الله میگفتن، نمیدونستن که بودجه مملکت چیه، با کدوم بودجه داره اداره میشه. خب این سرتاپاش معجزه بود. شما برای اگر حضور داشتید، خب حضور داشتید، نداشتید این تاریخ اون بودجه رو در این مدت بخونید. همین انگلیس پلی تمام ذخایر نفتیشون رو بدن عرضه کرده، نفت شده 8 دلار، بودجه با 24 دلار بسته بود. معجزه نیست چیه؟ آیات الهی نیست چیه؟ عذاب الهی نمیاد چیه؟ تایید الهی نمیاد چیه؟ این همه تایید الهی بود دیگه. منتها ذات اقدس اله فرمود یه مقدار چشم بینا بخواد ببینید که ماورای این قصه چیه. هیچ وقت افقی فکر نکنید، یه مقدار عمودی فکر بکنید. دست بی دستی و غیر مرئی ذات اقدس اله رو فهمید. بود ما این کار رو کردیم، ما دست دادیم، مقدور شما نبود. خیلی ها نگران بودن که بالاخره با کدوم بود؟ نه حقوق کسی قطع شد، نه آبادانی از بین رفت، نه جنگ خدا نکرده مشکلی داشت. اینا صدر و ذیلش به برکت خون شهدا است. نه منظور اینه که گاهی کل اینها آثار شد بشه که محو بشن، اصلا کل اینها جریانشون محو بشه. میفرماد به اینکه ما این کارا رو میکنیم، گاهی اینجوره، گاهی رانش زمینه، گاهی زیر رو کردنه که کل آثارش رو محو میشه. در همون جریان قبلی هم فرمود اینه سر راهتونه بید از نزدیک بررسی کنید. خب اگر این هست، پس عذاب الهی نسبت به تبهکاران، تأیید الهی نسبت به پرهیزکاران همیشه است. اختصاصی به عصر و دون عصری ندارد.
در چند جا ذات اقدس الهی تصریح کرده که این نظام حق. یکی در پایان زندگی که بالاخره غنا و فقر بعد از هم مرد در روز حساب مشخص میشد، به اعمال همه میرسد. یکی این که در هر دوره از مبارزه در هر پاراگراف تاریخی حق پیروزه. شما میدید این بازی ها 90 دقیقه است. حالا گاهی بازی 90 ساله است، 9 ساله است، 10 ساله است. هر دوره در هر مقطع پاراگراف تاریخی هیچ ممکن نیست، استدلال‌پذیر نیست، همیشه حق پیروزه. یعنی اگر عالم از گذشته خیلی دور شروع شده باشد با آینده خیلی دورم ختم بشه، در هر مقطع تاریخی حق پیروزه. این رو تو سوره مبارکه انبیا فرمود حق و باطل درگیرن. منتها برخی ها خیال میکنن حق با اونهاست، معلوم میشه که نه، بیراه میرود، خودشونه میخوان نه حق را. اگر خودشون اصلاح کردن، تو بیانات نورانی از تعمیر سلام الله تو نهج البلاغه هست که جنگی بود، اونا میکشتن ما میکشتیم، اونا قربانی میدادن ما شهید میدادیم، اونا اسیر میدادن ما اسیر میدادیم، تا ثابت شد برای ذات اقدس اله، ثابت شد که حق با ماست. اونگاه ما را یاری کرد، دشمن ما را مخذول کرد. فرام گفت یتهاولان یتساولان، مثل دوتا کبش جنگی، دوتا گوش جنگی به جان هم می افتادیم. گاهی اونا می کشتن، گاهی ما می کشتیم. گفته گاهی اونا اسیر می گرفتن، گاهی ما اسیر می گرفتیم. تا در مجموع این امتحان معلوم شد که ما حق. یعنی ما برای چیزی جز رضای او نمی جنگیم. اونگاه ما را یاری کرد تا الان. این تبیین صریح و ماش حضرت سون عجل بلاغه. در سوره مبارکه انبیا هم فرمود به این که حق و باطل درگیرند، اما ما دماغ و مغز باطل را با حق از بین می‌بریم. فیدمغه فیذاه و زاهق. تو سوره مبارکه انبیا به این صورت بیان فرمود. آیه 18 سوره مبارکه انبیا: بل نقذه بالحق علی الباطل فیدمغه فیذاه و زاهق. درست است ان الباطل کان زهوقا، ولی تا سرکوب نشه که از بین نمیره. کی باطل رو سرکوب میکنه؟ کی باطل رو سرکوب میکنه؟ مردان حق با دست حق. دماغ و مغز باطل را که بی مغز است حق سرکوب میکند. نغزه بالحق علی الباطل فید مغو، حق باطل را وقتی مدموغ کرد، دماغ و مغز او را کوبید، فیضاه و ظاهر. همیشه همینطوره. کل جریانها را درباره معاد پیاده میکنند، ولی این چنین نیست که گاهی حق باطل پیروز بشه، گاهی باطل پیروز بشه، گاهی حق پیروز بشه، گاهی باطل پیروز بشه و حساب و کتابی نباشد. اما این سوال که رابطه اعمال و حوادث چیست؟ این رو قبلا مفصل بحث شد. ممکن است در ذیل آیه ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و از اونجا جستجو کرد. یک ولو انهم اقاموا التوراة و الانجيل بما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم. دو، در ذیل این آیات و همچنین آیات دیگری داره که اگر اینا رو براه بودن ما پیروزی نصیبشون میکردیم، برای که این کذب و فاخذنا، اونجاها تو المیزان و غیر المیزان مبسوطن رابطه اعمال و حوادث هست. این چنین نیست که ما جدای از عالم باشیم، عالم جدای از ما باشد، ما چه بد باشیم چه خوب، عالم راه خودش طی میکنه و عالم هر جوری باشد ما هم این سینه خواهد بود. این طور نیست. این که گفتن نماز استسقا اثر داره، دعای باران اثر داره، و علق استقام علی طریقته لاسقیناه ما ان قدقا اثر داره، همینه. فبود اگه اینا مستقیم باشن، درست عمل بکنن، واجباتشون انجام بدن، از محرمات بپرهیزن، ما هم باران به اندازه کافی و لازم میفرستیم. وگرنه دستور میدیم به این بادها که ابرهای بارانزا را ببره طرف دریا یا طرف کبیر که بی اثر باشد. ولو انها اولو و علب استقام علی طریقه،
لأسقیناهم ماء، آب فراوان را به اون وقت نازل میکنیم. مطلب بعدی آن است که این عذابهایی که تو همین دفاع مقدس در این 8 سال پیش آمد برای همسایه های ناخلف ما همینطور بود. اونایی که این پسر پیغمبر رو راه ندادن، همین کویت، اینها هیچ کسی به داد اونها رو رسید. همین صدام افلقی بر اینها مسلط شد، این امیر کویت مظلوم شد ولی معجور نبود. این بدبختی نیست که آدم آواره بشه، مظلوم بشه، از خونه بیرون بکنن اما هیچ اجری نداشته باشه؟ خب این و کذاول چن ولی بعض الظالمین بعضا بمفه بود، ما بعضی از این ظالمین را بر ظالم دیگر مسلط میکنیم. اون ظالم دیگر مظلوم میشود ولی معجور نمیشود. اون روزها نمیدونم عکس امیر کویت دیدید یا ندیدید، این دست از این آستین عبای متلاش در آورده در نیویورک، دستمالم در آورده و اشک ریخت و گفت من همون حرف چرچیل میزنم برای نجات کشورم ولو به شیطانم که شد پناه میبرم. اینه. خب شما به این امام قول دادید، اجازه دادید که تشریف بیاره، خب رفتی در بستی. این معجزه الهی نیست؟ فرمود ما ظالمی را بر ظالم مسلط میکنیم بدونیم که او کمترین اجر ببره. و اگر کسی برای رضای خدا تلاش و کوشش کرد، خدا مستقیما پاداش او را میده. اون گروه اول از این آزادگان ممنون هیچ کس نیستن، حتی ممنون امام هم نیست. این گروه اول هیچ کس باعث آزادی آزادگان نشد، اونا که فقط برای رضای خدا این چند سال اون رنج تحمل کردن. هیچ کس اینها را آزاد نکرد، فقط خدا. یه وقت است که دوتا کشور مصالحه میکنن، امام دستور میده، مسئولین مذاکره میکنن، استرداد اسراست، اون مال بعد است. اما گروه اول را کی آزاد کرد؟ همین صدام افلقی که به کویت حمله کرد، این بعضی ها ناچار شدن یه در آزاد کنن گروه اول. بعدها که کمی اوضاع آرام شد، اینها مذاکره دولت مردان از دو طرف شد و استرداد اسرا شد و ایران اسیر پس داد و اونا اسیر پس دادند و گاه ایران اسیر یک جانبه پس داد و اینا مذاکرات دولتی بود. اما اون گروه اول احدی بر اونها حق ندار. این عنایت الهی است. هیچ کس قدرت نداشت اونها را آزاد کند، فقط خدا. این عنایت الهی است. اگر کسی با او معامله بکند، او در روایاتی هم هست که وجود داره که استعمیر فرمودتر بود شما یه راه میانبری هم دارید، بالاخره شهری خوبه، حقوق خوبه، وجود شهری خوبه، هرگی سهم امام بده بیت المال خودش میده. اما فرمود فإن استطعت أن يكون بينك وبين الله أحد فافعل ذو نعمة فافعل. فرمود اگه جوری تونستی زندگی کنی که مستقیما از خدا بگیری، دیگران هم بندگان خدا هستن، حق شرعی رو دارن میدن، حق مسلم شما رو دارن به شما میدن. اما اگه تونستی یه کاری بکنی، از راه میانبر روزی بخوری که بین شما و بین خدا ذو نعمتی فاصله نباشد، فافعل. این در جریان آزادسازی اون آزادگان، گروه اول آزادگان همینطور بود. هیچ کس بر اینها حق نداشت. رابطه ای نبود بین ایران و عراق که استرداد و اسرا نبود. اینها نعمت های الهی است. همیشه این راه بازه، چه در مسئله علم آدم بخواد عالم بشه، چه در مسئله مال بخواد حیثیتش محفوظ بشه، چه در جهات دیگر. این راه هست. البته راه های دیگر هم حلال است، طیب است، مشروع است، این تو نیست که اونا مشکل داشته باشد. اما این راه برین. خب اینها آیات الهی است، اینها معجزات الهی است، همیشه اینها ظهور میکنه. و اگر کسی خواست در این زمینه کار بکند، به عنوان تفسیر موضوعی یا پایان نامه جا دارد که قرآن همین بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که با بشر از دو راه حرف میزند، یکی از راه شریعت است، یکی از راه فطرت است که فطرت هم همون شریعت درونی است. اگر آیات ارزیابی بشه، این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که ان لم یکن لکم دین بلا تخافون البعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اینم حق ندارد. حالا وجود ما را که استمیر میفرمود یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، بالاخره
وجود مبارک حسین ابن علی مثل پیغمبر، مثل حضرت امیر به عنوان ولی الله مطلق معصوم محض در از سخن میگوید دیگه، فرق نمیکنه حالا چه رو منبر باشه چه قتلگاه باشه. فقط بالاخره دو تا راه دارد برای حفظ ما، یا حرف بیرون رو گوش بدید یا حرف درون دیگه. حریت، مردانگی، آزادی، حیا، ادب، وفا، اینا ارزش های انسانی است. اینا مما الهمه الله است. آیات قرآنی، دروغ نگید، تقوا داشته باشید، معصیت نکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، قصد نخورید، مال مردم نخورید، ربا نخورید، وقت نخورید، رشوه نخورید، اینا مما انزله الله است. بالاخره مما الهمه الله حکم شرعی است، مما انزله الله هم حکم شرعی است. انسان دو تا راه دارد. این لو کنا نسمع او نعقل راجع به همین، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ناظر به همینه. یه عده را فرمود اینا ایمان ندارن، ناظر به مما انزله الله هم. فرمود یه عده با اونها بجنگید، تقاتل و این مثلا گفت انهم لا ایمان لهم، این ناظر به ما الهم الله هم. نفرمو چون ایمان ندارن کافرن، بسیار خوب حالا کافرن، اما ایمان، یمین، قطعنامه، کنوانسیون، مواثیق بین الملل، امضا، اینا که امر انسانیست کرد. قرآن کریم رو اینها هم تکیه میکند. این میشه اِلَّا یکن لکم دین ولا تخافوا الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. ذات اقدس الله فرمود یه عده کافرن کاری با شما ندارن، با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، ولو لا ایمان لهم، اما میتونید با اونها از کنار بیایید. اما یه دستن که لا ایمان لهم، این مثل صهیونیست، مثل بوش به امثال بوش، فرمود اینا به هیچ یمینی، هیچ سوگندی، هیچ کنوانسیونی، میثاق بین المللی، هیچ عهدنامه‌ای، هیچ پابند نیستن. این همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که اگر کسی پایان نامه شو در این زمینه بنویسه یا تفسیر موضوعی بنویسه، یه رساله عمیق علمی است که قرآن کریم گاهی با زبان انزله الله، گاهی با زبان الهمه الله، گاهی از درون حرف خودش به ما میرسونه، گاهی از بیرون. همین استدلال های وجود مبارک لوط سلام الله علیه همین طور است، حضرت شعیب همین طور است، جریان کم فروشی این طوره، جریان اون درندگی و خوک صفتی و سگ صفتی بدتر از سگ صفتی قوم لوط همین طوره که فهم لا تخزونه و لا تفزهونه. بالاخره حیا داشته باشید، مروت داشته باشید، انسان باشید، مهمان نواز باشید. اینا جزء مما الهم الله است که حکم شرعی است. این فکون و احرارا فی دنیا کم هم حکم شرعی است، منتها این حریت یه چیزی است که ذات اقدس اله در نهاد انسان گذاشته، نه موضوع روزه رو از بیرون بیان کرده. هر دو بالاخره کار خداست. خب عدی و رسول چون امر ارشادی تابع مرشد الیه، مرشد الیهش اگر مما الهمه الله باشد، امضای هم اون فطرت درونی است. مما انزله الله باشد، تبیین حکم بیرونی است. این حریت و وفا و ادب و حیا، اینا مما الهمه الله است. این عتی او ارشاد به اون مما الهمه الله است. ربا نگیرید، رشوه نگیرید، وقف نخورید، اینا جز انزله الله است. عتی او ناظر به این بخش است، چون عتی او مستحضرید ارشاد به حکم شرعی است. حکم شرعی هر سبقه داشته باشد این همون را امضا میکند. اما قصص قرآن که مکرر ذکر میشه، واضح فرمودی قبلا، در هر جایی یه نکته خاصی را به همراه دارد. همین جریان قوم لوط که در چند جا ذکر شده، اون طوری که در سوره مبارکه هجر آمده که محل بحث است، اون طور نه در سوره هود آمده، نه در عنکبوت و نه در سوره قمع زاریات. هر جا با یه سبک خاصی، با یه ادبیات مخصوصی آمده. مطلع بعدی آن است که گرچه فرستادهای الهی گفتن به این که ما میدانیم، وقتی از ابراهیم گفت که شما میخواید اون محل رو ویران کنید، لوط در اون محل هست، اونا گفتن ما میدانیم که در اون محل کی هست و ما قصدمون این نیست که مؤمنین را، لوط و آل لوط را هلاک کنیم. این دلیل نیست که استثناء منقطع است. چرا؟
برای اینکه معیار اتصال یا انقطاع استثناء همون ادبیات محاوره و کلام است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 31 به این صورت ذکر شده است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم البشرا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه. خب و الا آل لوطی که بعد ذکر میشه، میشه استثناء متصل دیگه. اون مسئله‌ای که تو قصد آدم است که استثناء به اون مقصود درونی نمیخوره. استثناء یه گوشه کلام است، میخورد به مستثنا که گوشه دیگر کلامه. اون چه که تو کلام هست رفع و نصب و جر دارد، استثناء دارد، اتصال و انقطاع دارد، همان است که رو قانون محاوره تنظیم میشه. اما مقصود گوینده چیست و گوینده غرض نهایی چیست، اون دیگه تو ادبیات کلامی حضور ندارد. خب بنابراین این بخش که فرمود ما قوم لوط را به این هلاکت رسوندیم، اصحاب ایکه را به این هلاکت رسوندیم، اصحاب هجر را به اون هلاکت مبتلا کردیم، یعنی اون چرا که حضرت لوط فرمود، حضرت شعیب فرمود، حضرت صالح فرمود، اینا عمل نکردن، ما اینها را گرفتار عذاب کردیم. بعد فرمود این اصحاب هجر، همین این قوم ثبوت که یعنی هتون مدل جبال بیوتن آمدین که بحثش گذشت، اینا بامداد به عذاب الهی گرفتار شدن. اون امکاناتی که ساخته بودن فراهم کردن، هیچ یک از اون امکانات مشکل اینا رو حل نکرد، گرچه اینا تو کوه خونه ساختن، نه اینکه ویلاشون رو بردن تو کوه، بلکه از کوه، از همون سنگهای کوه سقف و کف و دیوار درست کردن، تراشیدن شده اتاق، اونجا زندگی میکردن که دیگه هیچ عاملی نتواند او رو ویران کند. فمود فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. بعد جمع‌بندی کرد، فمود این نظام برحق، هم در افت و خیزش برحق، هم سرانجام آدرسش حق به کوی حق میرسد، یعنی به قیامتی میرسد که جز حق در اونجا چیزی نیست. یوم ازن یوفیه مر لاه دین هم الحق. اونجا لا ظلم الیوم، با نفی جنس فرمود الیوم ظلم نیست، هیچ کس نمیتواند به کسی ظلم بکند. لا ظلم الیوم، این نفی جنس. خب میشه حق محض، اون روز حق محض هست، دنیا حقش با باطل مخلوط است، ولی در تمام مقاطع تاریخی حق پیروزه. پس این ساختار با مصالح ساختمانی حق ساخته شده. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اینا مصاحب حقن، لباس حقن، ملاتش حق، سیمانش حق، سنگش حق، آجرش حق، میخش حق، همش حقه. این خانه با حق ساخته شده، خانه که با حق ساخته شده چه مشکل بخواد بکنی؟ فرمود این ساختمون رو من که مهندس و معمار او هستم با مصالح حق ساختم. چند جای قرآن کریم فرمود اصلا باطل تو دستگاه ما راه ندارد، ما بازی نیستیم، بازیگر نیستیم. در این بخش فرمود با حصر به ما خلقنا السماوات والارض به ما بینهما الا بالحق. هیچ کس خیال نکند با باندبازی به جایی میرسه، با باندبازی راه خودش کور میکند. همین در سوره مبارکه قیامت فرمود انسان چه خیال کرد؟ در آیه 36 و 37 سوره مبارکه قیامه اینه: ایحسب الانسان ان یترک سدا. اینا بیچارهایی که احساس پوچی میکنن، سرانجام دست به خودکشی میزنن، خیال میکنن وقتی مردن خاک میشن، در حالی که اول مسئولیت اونهاست. اینا اگه بدونن بعد از مرگ چه خبره که دست به همچه کار نمیزنن، اینا خیال میکنن با مردن نابود میشون و موجودی که نابود شد احساسی ندارد، در حالی که تلیعه حساس شدن اونا بعد از مرگ است. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه که کشاورز میکرد، پای مبارک رو دوش این بیل فشار میدادن که خاکار شیار رو بکنن، این جبرانه میخوندن اونطوری که امیر اسلام نقل کرد.
ایحسب الانسان ان یترک سدا. بالاخره این کارگرها یه زمزمه زیر لب دارن برای رفع خستگی. حضرت این آیه رو میخوند، ایحسب الانسان ان یترک سدا، یعنی یاوه. اینا خیال میکنن حد اکثر اینه که برن تو این قبرستان و برن یک گودالیست یک متریم عمقشه، 80 عرضشه، یک متر خوردی هم طولشه، خیال میکنن همینه قبر. و بل برزخ است. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن که برزخ چیه، فرود منزل قبر. ما 4 عالم که نداریم، دنیا داشته باشیم، قبر داشته باشیم، برزخ داشته باشیم، قیامت. ما دنیا داریم و برزخ و قیامت، و برزخ همون قبر است. منتها این بیچاره خودش میفهمه چه خبره، خودش میبینه اونجا یا وسیع شده یا خدای نکرده گودالی از گودالای جهنم شده. او درک میکنه و خوبه و واقعا هم درک میکنه. بله دیگه، اینا مراحل فراوانی دارن انبیا و اولیا، اونجا که معلمن در قوس برتر حرف دیگه است، اما در مراحل نازل باید ببینن دستور از طرف ذات اقدس اله چه می آید. اینا میگن اعلمون، نه اینکه از شما اعلمیم. وجود مبارک است ابراهیم که به همه مسائل عالم بود، خود لود از طرف است ابراهیم رفته تو اون منطقه، فآمن له لود، از بستگان اون حضرت هم بود، به دستور حضرت، با اجازه حضرت، با مأموریت حضرت، وجود مبارک لود سلام الله علیه از طرف است ابراهیم رفته بود تو اون منطقه. تو آیهش هم خونده بودیم، آمن له لوط و قال انی مهاجرون، این با آمریت است ابراهیم بود، است ابراهیم بود اونجا لوط هست. اینا گفتن برای ما میدونیم که اونجا لوط هست. خب این که فرمود نظام با خلق خلق شده دستور مبارکه دخان آیه 38 و 39، و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. در سوره مبارک صاد میفرماید عالم یاوه است. خب بعضی ظالمن، بعضی عادل، بعضی متقین، بعضی تبهکار. اگر حساب و کتابی نباشد معلومه عادل و ظالم یکیه، عبد و ظلم یکیه، بد و خوب یکیه، بدان و خوبان هم یکیه. برای اینکه وقتی هر دو از بین رفتند و مردند و معدوم شدن حساب کتابی نباشه، من میشه مؤمن و کافر یکی هم دیگه. چون اگر معاذالله حسابی نباشه، کتابی نباشه، متقی و فاسق میشن یکی. تو سوره مبارکه صاد برای ابطال مسئله این آیه نازل کرد. آیه 27 بعد سوره صاد اینه، فمد بما خلقنا السماء والارض بما بينهما باطلا. این چی نیست که هدف نداشته باشه، این چی نیست که قد افلح اليوم من استعلا باشه، این چی نیست با هر دخت و دوزی کار حل بشه. این ساختمان مسائلش حق، هر جا باطل رو بخواد بره آژیر میکشه. حالا یه کسی مهندس خوبی بود، معمار خوبی بود، تمام ذرات این ساختمان را پر آژیر کرد که هر کسی بخواد اینجا بیاد دزدی بکنه آژیر میکشه. خب این آقا خیال کرده که میشه دزدی کرد، هر جا بره این آژیره. فرمود این ساختمان حقه، کسی بخواد با زدوبند به جایی برسه، از هر راهی بره سرش به سنگ میخوره. تمام مساله این ساختمان حق است. و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. برهان مسئله، برهان مسئله اینه که اگر عالم به حق نباشد، باطل باشد، معاذ الله بعد از مرد پوچی باشد، خبری از حساب کتاب نباشد، عدل و ظلم میشه یکی، عادل و ظالم میشه یکی، هر کی هر چه کرد کرد. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. خب اگر قیامتی نباشه، مصلح و مفسد یکی هم دیگه، چون هر دو از بین رفتن. الان چون حساب و کتابی برای اون قطاد، اون درخت پرتیغ جنگلی و درخت گلابی نیست، هر دو بعد از مرگ میشن هیزم. این تو نیست که یکی رو پاداش بدن، یکی رو شلاق بدن. که به اون درخت پرتیغ جنگلی بگن تو که سبز بودی تیغ میدادی،
این درخت گلابی پژمرده را پاداش بدن، بگن تو وقتی که سبز بودی، سرسبز بودی، گلابی شیرین میدادی. اینطور که نیست که. مدهوقت برای این دو تا هیزم نیست. اگر انسان بعد از مرگ بشه هیزم مثل درخت، هیچ کتابی حسابی نباشه معاذالله، وقت مسلم و مفسد بشن یکسان دیگر. میفهمد ما این کاره ایم معاذالله، این شده باطل صرف. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب متقی و فاجر و با تقوا میشه یکی دیگه، مثل درخت سیب و درخت گلابی و درخت پرتیق جنگلی هر دو شدن هیزم. یعنی اینجوره یا نه؟ عالم حسابی دارد، کتابی دارد. بعد از این سه جریان، یعنی جریان قوم لوط، جریان قوم شعیب، جریان قوم صالح سلام الله علیهم، فهمد به این که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، این چنین است و ان ساعت لاتیتون. پیامبر توی مقدار عفو بکن. خب بنابر این نیست که کل جریان حساب و کتاب در همین چند روز زمان حیات شما حل بشه. که در بخشایی از قرآن کریم فرمود به این که یه مقدار عذابها را ما در زمان حیات تو نشانتون میدیم، یه مقدار هم بعد. فاما نورینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. این تو سوره مبارکه رد هم فرمود، جای دیگر فرمود آیه 40 سوره رد اینه، فرمود به اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، یا در زمان حیات تو ما اینها رو عذاب میکنیم یا بعد از او. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. پس بنابراین یه مقداری آرامتر، یه مقداری با عفو، یه مقداری با صف، یه مقداری با گذشت شما این را حل کنید تا ما به جنبندگی نهایی برسیم. والحمد لله رب العالمین.